این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از عزمای بازندهی که بادکنک رئیس جمهورش ترکیده و میخواد با این تلمبه ها بادش کنه. فعالاً آقای رئیس جمهور، یه رئیس جمهور اهل کار ما داریم، خوشبختانه اهل پیگیری و دنبالگیری، اینا رو مطرح کنید. عزما با این روزه ها نمیتونه پنچری نظامو بگیره، چون یه ساعت بعد یکی از ریزشی ها سیخ رو فرو میکنه تو لاستیک. باز هم ما گفتیم نفر دوم انتخابات آرای باطله بود. بله، یعنی آقای رئیسی با آرای باطله رقابت کرد شد رئیس جمهور. خب این دیگه خودش واجد معناهای فراوانی است. عزما فکر میکنه با تعریف کردن از رئیسی میتونه این دولت ورشکسته رو سرپا کنه. یکی نیست بهش بگه عزما حرکتو داری اشتب میزنی، کلن سر و ته شدی. حالا بشنوید از این وزیر شارلاتان آخوند رئیسی که تو مسابقه خالی بندی با رئیسش کورس گذاشته. کما به حمد الله و المنه در حوزه اقتصاد یکی از اولین اقتصادهای جهان هستیم، شاید بعضا خرجه بگیرند، اما کدام اقتصاد میتواند با 44-45 سال تحریم جان سالم در ببرد. اگه براتون سوال شده که این طرف چرا چنین دروغ رسوایی میگه، جوابشو از زبون این یکی بشنوید. خب شما میدونید که معمولا گزارش هایی که دستگاه های رسمی مثل مرکز پژوهش های مجلس یا مرکز آمار یا بانک مرکزی هست، اینا خیلی سعی میکنند که محافظه کارانه و خوشبینانه و امیدوار کننده بنویسن رو، ولی امید رو با دروغگویی نمیشه حفظ کرد، باید راستگویی پیشه کنن، اعتماد جلب کنن تا امید برقرار بشه. این حجت الاسلام سوزوکی هم با این برف پاکن دانش بنیان میخواد به اقتصاد مقاومتی کمک کنه. وای امکانات امکانو ببین. حرکت گاری اقتصاد ولایت تو این وضع اوضاع یه چیزی تو این مایه هاست. حالا دیگه کارشناسای حکومتی هم توی تلویزیون خامنه‌ای به نفرت مردم از ولی فقیه و سیاستهاش اعتراف میکنن. یکی از شعارهایی که خودم برای خودم نمیتونستم حذف کنم و تئوریزه کنم، درک نمیکردم، باهاش مسئله داشتم شخصا، شعار نغزنا لبنان بود که تو خیابونا میدادم. خب من یعنی نمیتونستم اصلا با این شعار هیچ ارتباطی برقرار کنم، تا یه روز یه روزنامه اطلاعات برام آوردن، دیدم اونجا آقای موسوی اردبیلی، باز خدا آقای دعایی رو هم بیامرزه، بعضی حرفایی رو چاپ می‌کرد که خیلی دیگه جرأت چاپش رو نداشتن. تو همون زندان من این جمله رو خوندم که آقای موسوی اردبیلی گفته بودن که مردم با غزه و لبنان مسئله ندارن، با حکومت مسئله دارن، میخوان لجه حکومت در بیارن، در واقع میگن نه غزه نه لبنان. عزما فکر میکنه میتونه از آب گلالود جنگ ماهی بگیره، اما اشتباه محاسبه داره. اینا معلومه که پاک قاطی کردن و خودشون هم نمیدونن کجا رو دارن میزنن. مرد بر آمریکا، مرد بر فتنه‌گران باطل، مرد بر فتنه‌گران باطل، مرد بر آن
کسانی که برای علیه اسلام مرد مرد مسلمانانی که زیر دست بازار شاخبازی بین مهره‌های حکومتی داغه و مهره‌های ریز و درشت نظام تو جنگ و دعواهای باندی اینطوری زیرا به همدیگر رو میزنن. دین ما، بزرگان ما، شما یکی رو پیدا کنید مریض شد دنبال یک پزشک حزب اللهی بگرده، همه دنبال یک پزشک حاذق میگردن، دنبال آدمی میگردن که در اون رشته خودش توانمند باشه بتونه این مشکل رو حل کنه. خیلی وقتا شما اگر به گذشته نگاه کنید و بخواید مروری در گذشته بکنید، خیلی از این بزرگان ما برای گرفتن بعضی از درمان‌های ساده‌ای که تو مملکت هم امکان پذیر بود به انگلستان و آلمان و اسپانیا سفر کردن، درسته که تو کشور بود. چرا برای جون خودت حالا مثلا میخواید چشت عمل کنی، گوشت عمل کنی، قلبت عمل کنی، میشه میخارج و دنبال یه آدمی میگردی که این کار است؟ چرا برای صنعت، برای اقتصاد، برای بانکداری، برای نمیدونم کشاورزی، برای مسائل مختلف دیگه کارشناسای برجسته دنیا رو نمیاد؟ این خبرنگار مشنگم توی نیویورک کلی گلو پاره کرد و دم تکون داد، آخرش یه انگشتر اسقاطی بهش دادن. کارم بکنم از آقای دکتر در روز تولدمون این انگشتر رو به ما دادن. بزرگواری قابل شما نداره، به خاطر حرکت انقلابیتون توی آمریکا بود. با تاخیرم به شما دادیم. دست شما در نکنه. چی از این انگشتره؟ این انگشتر عقیق یمنه، از بچهای یمنی هم به من رسیده بود، ولی خب چون استفاده شخصی نمیتونم بکنم برای حضرت علی آوردی که کار سازمانی و انقلابی و جهادی کردیم. زرافه ولایت هم همچنان سوژه کلیپ های آموزش زبانه. Various Balance فصل این بالانس بود. And realism Realism Positively Positively Unilaterally Unilaterally Addressing Addressing Military Military Democratic Democratic Among Among Thank you very much. Ebuaka زبون دشوار و عجیب اعضای این قبیله ممکنه قابل فهم باشه، اما چیزایی که امیر عبداللهیان به عنوان انگلیسی بلغور میکنه قابل ترجمه نیست. What's your name? What is her name? Kaipo. Waltu? Kaipo. What is her name? Shakwa. Shakwa. What is her name? Pilisi. 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 What is her name? Kakoko. 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 What is her name? Ndonya. Ndonya. What is her name? Omakaiko Kaila. Eh? Omakaiko Kaila. What is her name? Omakaiko Kaila. What is her name? Ndonya. Ndonya. What is her name? Kakoko. این کارشناس مشنگ اومده توی تیویریش تا مثلا تحلیل بی‌طرف رای بده، اما بعد جوری سوت میزنه. الان در 10 روز گذشته واکنش‌هایی که رژیم اسرائیل انجام داده هیچ به لحاظ استراتژی نکرده. شما یک منطقه بی‌دفاع بدون پدافند رو با برتری هوایی قوی‌ترین تکنولوژی و بروزترین تکنولوژی داری بمباران می‌کنی، اما لحظه‌ای که وارد عرصه زمینی بشی دیگه بعد تن به تن تو کوچه و خیابون بری، نیروهای آموزش دیده سپاه، تونل‌های زیرزمینی. این یکی هم میخواد اقتدار پوشالی عظما رو به رخ بکشه، اما اعتراف میکنه که سر مار بنیادگرایی توی تهرانه. حاج قاسم سلیمانی فرمود اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم. 1 ارتش در لبنان به نام حزب الله، 1 ارتش در فلسطین اشغالی به نام حماس و جهاد اسلامی، 1 ارتش در سوریه، 1 ارتش در عراق به نام حشد الشعبی و 1 ارتش در یمن به نام. البته این معرکه گیری های عظما برای مردم ایران جدید نیست. قبلا هم به اسم دفاع از حرم ثروت های مردم ایران رو خرج حفظ بشار اسد کردن. مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. ماموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اون موقع هنوز داعش نبود، مسلحین
مخالفین بشار اسد. عظما برآوردش از وضعیت اشتباهه. این جنگولک بازی ها رو هر جایی نمیشه کرد، آخر عاقبت نداره. ايش الشغل هذا؟